بسم الله الرحمن الرحیم ما امسال در سال 1400 که سال پایان قرن هستیم بی تردید اگر به کل قرن ما نگاه کنیم به کل 100 سال نگاه کنیم که امسال آخرین سال صد سال 14 همه و بعد ما وارد قرن 15 هم میشیم حالا تو هر قرنی ممکنه یه سری مسائلی پیش آمده به هر حال تو این یک قرنی هم که گذشت ما حوادث فراوانی داشتیم جنگ های بین الملل داشتیم حوادث دیگه داشتیم اما بی تردید یکی از حوادث بسیار مهم در این قرن همین است یعنی این حادثه و این بیماری یکی از مسائل بسیار بزرگ هست و خب ما الان میبینیم که چه جمعیت زیادی مبتلا شدن چه جمعیت زیادی در مجموع از دست رفتن خب این که نزدیک سه میلیون نفر حالا این که ما میگیم سه میلیون اونایی است که مشخصه یعنی دو میلیون و هشتصد چهل هزاری که الان اعلام میشه نزدیک سه میلیون مال اونایی است که روشن که مثبت بودند و فوت کردند خب خیلی های دیگه تو دنیا بودن که مثبت بودند و تست گرفته نشده ثابت نشده و فوت کردن برام ببینید رقم مرگومیر حتما بالاتر از این حرف است. این اینکه یه حادثه ای پیش آمده در دنیا این همه ابتلا این همه مرگومیر و الان حدود سیزده ماه چهارده ماهه که همه جهان گرفتار هست و خیلی مسئله مهمی میز حالا ایران ما که مسئله دیگری هم در کنارش داشته ما دو حادثه بی نظیر در این سال داشتیم یکی همین حادثه پاندمی کرونا بود که بسیاری از کشورهای جهان یا همه کشورها را به یه نف گرفتار کرد و ما هم مبتلا شدیم ولی در کنارش ما یک تروریسم اقتصادی و جنگ اقتصادی داشتیم که اون دیگه کشور دیگری نداشته اون هم بی بوده اون هم در قرن بی بوده این سه سال جنگ اقتصادی در صد سال بی بوده در حالا در کشور ما که خیلی کم اتفاق افتاده حالا ممکنه یه مدتی جنگ بوده شش ماه یه سال گرفتاری بوده اما اینکه سه سال مداوم جنگ اقتصادی به این صورت باشه در کشور ما نبوده و در دنیا هم کم اتفاق افتاده به این صورت پس مردم ما هم در این سه سال در این سه سال پایانی قرن مواجه بودند با یک موزل بزرگ و جنگ اقتصادی و هم با مسئله کرونا که خب فشار زیادی به مردم وارد آورد و مردم در سختی فراوانی قرار گرفتند مردم ما الحمدلله با ایستادگی و مقاومت و وحدت و کمک های مؤمنانه و یاری یکدیگر و دستگیری یکدیگر و تلاش پزشکان و فداکاری همه کادر درمان در مجموع کارنامه قابل قبولی کشور ما داره هم در مبارزه با این بیماری هم در مبارزه با تروریسم اقتصادی در هر دو زمینه کارنامه قابل قبوله ولی خب طبیعی است که تو یک بیماری مصری خطرناک ادعی جانشون رو از دست میدن ادعی سلامتیشون دچار مشکل میشه و در یک جنگ اقتصادی هم زندگی مردم با مشکلات بسیار زیادی مواجه میشه علا رغم این حرف ها ما همواره در همه مراحل هر جا برای ما مشکل پیش آمده قبل انقلاب بعد انقلاب تو جنگ های جهانی هر وقت که بوده تو این قرن های قبل قدرت ملی ما یک قدرت بسیار مهم و قابل افتخاری بوده وقتی ملت ما تصمیم گرفته کنار هم قرار گرفته و ایستادگی کرده حالا ولو با مشکلات با چنگ و دندان ایستادگی کرده ملت موفق شده و تونسته مشکلات خارجی مشکلات طبیعی بیماری از هر چه هست به حال عبور کنه و از سر بگذرانه و ما هم یعنی دولت که تقریبا چهار ماه از دوران مسئولیتش باقی مونده در طول چهار ماه آینده همچنان یکی از اولویتهای ما مسئله مقابله با این پاندمی مقابله با این ویروس و با همه توان تلاش میکنیم که این ویروس رو کنترل بکنیم و مهار بکنیم در حد توان و امکانمون حتما انشاالله چهار ماه آینده یعنی روزهای پایانی دولت ما شرایط نسبتا قابل قبولی خواهیم داشت با این واکسن هایی که امروز برنامه ریزی شده انشاالله هم اونایی که باید وارد بشه از خارج چه اونایی که در داخل باید ساخته بشه اگر واکسن ها به موقع در بهار آخر بهار اول تابستان به دست ما برسه واکسیناسیون انجام بگیره با تلاش هایی که داره انجام میگیره حتما ما یک شرایطی بهتری خواهیم داشت ما هدف ما ما چهار تا هدف داریم تو این چهار ماه اونا را همه با همه قدرت دنبال میکنیم مقابله با این ویروس است مسئله تحریم اقتصادی است که باید این تحریم رو بشکنیم مسئله معیشت مردمه و تکمیل و پایان یافتن طرحهای مهم اقتصادی که پیش رو داریم و باید تو این چهار ماه تمام کنیم، تکمیل کنیم، افتتاح کنیم، تحویل بدیم. این چهار تا اصل برای ما اصل مهمه که تو آخر این چهار ماه انشالله این موارد رو دنبال میکنیم. به هر حال این ویروس یک سبک زندگی جدیدی رو برای دنیا به ارمغان آورد دیگه حالا همه دنیا میبینیم که سبک زندگیشون با دو سال پیش فرق کرده دیگه همه جا تو غرب شرقش حالا بعضی جاها شدیدتر بعضی جاها خفیفتر ولی یکی از طبعات این ویروس این بود که یک سبک زندگی برای ما آورد این سبک زندگی هم ما ناچاریم مراعات بکنیم سبک زندگی ممکنه تحمیلی باشه یعنی ما برای مراکز عبادیمون برای مراکز ملیمون برای آموزشمون فرهنگمون برای بازارمون کسب و کارمون چه میدونم هر کدوم از اینا بگیرید اینا تحمیلیه ما که نمیخواستیم ولی به ما تحمیل شده به هر حال ولی این سبک زندگی رو این ویروس تحمیل کرده به جامعه و چاره نداریم این سبکی که ویروس به ما تحمیل کرده اگر این سبک زندگی رو رها کنیم حتما ضرر میکنیم حتما باید مراعات کنیم تا زمانی که این مشکل این بیماری وجود داره برای ما این ویروس هم در طول این چههرده ماه نه از بین رفت نه ضعیف شد یعنی اولش تصور این بود که یک دارویی چیزی پیدا میشه داروی نمیدونم طبیعی داروی شیمیایی یک آمپولی یک قرصی کپسولی پیدا میشه که آدم پنج روز شش روز بخوره این ویروس از بین ببره این نشد یعنی بشر به یک داروی نرسید که بتونه این ویروس رو از بین ببره خود ویروس هم مقاومت کرد یعنی از بین نرفت حالا بعضی از ویروس ها هستن یک دوره زمانی دارن شش ماه یه سال هستن دو سال میرن ولی این ویروس از اون ویروسایی نبود که بره اون هم ایستاد و الان یک سال و چند ماه این ویروس ایستادگی کرده و بدتر هم شده یعنی نه این ویروس مونده بلکه جهش پیدا کرده نوع جدید این ویروس که حالا اسمش میذاریم انگلیسی، برزیلی، آفریقایی حالا هر اسمی میخواد داشته باشه این نوع جدید خطرناکتر بدتر ما در این یکی دو استانی که الان جهش چهارم رو مشاهده میکنیم که شروع شده مثل یک خط مستقیم داره میره بالا اصلا انهنا نداره کج نیست خط مستقیم این خط مستقیم وقتی میره بالا معناش اینه که چقدر خطرناکه و چه مقدار آلودگی رو سریع پخش میکنه و خب الان در بعضی از بیمارستان و مردم که مراجعه میکنن یک نفر نیست کل خانواده با هم مراجعه میکنن یعنی پدر و مادر و خواهر و برادر و همه نوه و عروس و داماد و همه با هم مراجعه میکنن این نشون میده که این ویروس یک ویروس خطرناکی خب پس دارو که نداره این ویروس خودش هم که روش کم نکرده که بره داره استادیگی میکنه تنها راه اینه که ما توانمند بشیم یعنی جامعه رو بتونیم در برابر این ویروس قویتر و توانمندتر بکنیم راه دیگه نداریم. حالا توانمندی راههای مختلفی داره یکی از بهترینش همین واکسنه واکسن میتونه بدن ما رو آماده کنه توانمند کنه و امروز برای ساخت واکسن به عنوان اولویت مهم در کشور، ورود واکسن، خرید واکسن به عنوان اولویت مورد توجه همه دستگاه های مسئول همه دارن دنبال میکنن. ما همین رو دنبال خواهیم کرد و مردم عزیز بدونن با کمترین علامت باید هم رابطه رو با دوستان و اقوام قطع کنن هم باید مراجعه به پزشک بکنن حالا این علامت ممکنه درد بدن باشه ممکنه علائم تنفسی باشه ممکنه علائم گوارشی باشه ممکنه این علائم مربوط به حس بویایی باشه چشایی باشه چه میدونم علائم مختلفی که ممکنه داشته باشه به محض اینکه و ما هم باید مرتب به مردم آموزش بدیم همه این علائم رو تکرار کنیم برای مردم هر یکی از این علامت ها مردم مبتلا شدن تصور نکنن حالا خستگی کوفتگی یک سرماخوردگی عادیه، این رو مهم بگیرن مراجعه بکنن مراقبت بکنن برای اینکه دیگران آلوده و گرفتار نشن مسئله تجمعات و دور همی همچنان به عنوان یک خطر ما باید تلقی بکنیم به هر حال هنوز که ما خلاص نشدیم ویروس جهش یافته هم در جامعه ما الان داره میشه تو تجمعات دور ها کاملا ما باید مراقبت بکنیم مخصوصا جاهایی که فضای بسته است اونجا حالا وقت فضا بازه یه مقدار شرایط باز متفاوت یه جا تهویه مناسبه یه ذره باز شرایط اونجایی که فضا بسته تهویه نیست خیلی باید مراعات بکنیم و ما تعهد و مسئولیت پذیری که ملت ما در طول این ماها اجرا کرده و عمل کرده دقیقتر باید ادامه بدیم آمار الان به ما میگه مراعات نسبت به دستورالعمل‌های بهداشتی کاهش پیدا کرده هر وقت دستور و نمل کاهش پیدا کنه یعنی موج جدید یعنی خطر جدید حالا این یه وقتی مراعات 85 درصد 90 درصد خب تا حدی اطمینان بخشه اما وقتی مراعات زیر 60 درصد میشه خب معلومه دیگه هر وقت مردم عادی انگاری کردن این ویروس رو دست کم گرفتن احساس کردن مشکل تمام شده دیگه مشکلی نیست ما با یک موزل بسیار بزرگی مواجه شدیم مخصوصا مردم عزیز ما نسبت به سالمندان و نسبت به بیماری های زمینون که دارای بیماری زمینه ای هستند باید کاملا مراقبت بکنند چون آنها بیشتر در معرض خطر هستند حالا در جلسه امروز البته هم یک گزارشی از شرایط استانها داده شد هم شرایط این ویروس موتاسیون یافته و هم اقداماتی که باید انجام بگیره نسبت به اون استانهایی که امروز پیک در اونها شروع شده و آغاز شده یا در معرض هستند که پیک آغاز بشه و شروع بشه و بنابراین در جلسه تأکید شد اونهایی که تستشون مثبت هست ما با همه توان مراقبت کنیم از قرنطینه مندنشون و اینکه اونا تخلف نکنن و این تخلف تخلف بسیار بزرگه حالا بگیم یه نوع جرم حتی از کسی که میدونه مثبت و بره بیرون جمعی رو آلوده میکنه و خب توجه نکنیم خیلی خطرناکه به هر حال و ما باید برخورد شدید بکنیم. حالا یه کسی سوار قطار میشه، سوار هواپیما میشه، سوار اتوبوس میشه. معمولا دوستان اونجا چک میکنند، مراقبت میکنند یه کسی که یاد دارن به حال کسی که مثبت بوده تو سامانه نگاه میکنند. ممانعت میکنن اما اونایی که با وسیله شخصی مسافرت میکنن خب ممکنه مراعات نکنن ما اونایی که مثبت هستند، کاملا باید اینها رو مراقبت کنیم و اگه تخلف میکنه قاطع باش برخورد کنیم حالا مثبتی که پا میشه اداره میره مثبتی که پا میشه بازار میره مثبتی که پا میشه مسجد میره مثبتی که پا میشه مسافرت میره هر کجا توی جمعی حاضر میشه دور همی خانوادگی میره فرق نمیکنه با این مسئله باید برخورد بشه نکته دومی که در جلسه تاکید شد انشالله دوستان در بیان تبلیغاتیشون بیان میکنن در دستور های ستاد ملی هیچ دوگانگی وجود نداره که بگیم مثلا یک برنامه خاصی برای یک کشور است برای یک کشور دیگه نیست نه هر کشوری مشکل داشته باشه ما الان برای سی چهل کشور دستور و های ویژه داریم و داریم اجرا میکنیم برای ما فرق نمیکنه هر کشوری که دچار مشکله ما دستور و رو, رو اجرا میکنیم کسی که از سفر میاد ما دستور و ها رو اجرا میکنیم به هر حال هلال احمر و وزارت بهداشت و نیروهای کمکی در مرزها مستقرن مراقبت میکنند. برای کسانی که وارد شدن برای اینکه مبتلا نباشند و این آلودگی رو نیارن و یکی از مسائل دیگری که تو این جلسه محل بحث بود بحث ایام ماه مبارک رمضان بود که خب برای مردم ما بسیار مهم عبادت مردم مناسک مردم اینجا تصمیم گیری شد که در مناطقی که مناطق آبی و زرد هست مراسم مذهبی آزاد با اجرای دقیق همه پروتکل های بهداشتی و اون جایی که نارنجی و قرمز هست ممنوع هست البته برای شب های قدر ما هنوز فرصت داریم ممکنه یک تصمیم خاصی برای شب های قدر بگیریم اما فعلا مراکز عبادی به این صورت خواهد بود قرارگاه بررسی کرده به این تصمیم رسیده در ستاد هم همین مسبب شده انشاءالله امیدواریم روزهای آینده روزهای سختی پیش روی مردم ما نباشه خسته نواشید عرض کنیم خدمت همه کادر درمان که چارده ماه در رنج و زحمت بسیار فراوانی هستند و به همه استاندارها و فرماندارها و بخشدارها هم خسته نباشید میگیم و همه مسئولین، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، صدا و سیما همه اونهایی که در این امر بسیار مهم تو این چهارده ماهه به طور منظم و مداوم دارن تلاش میکنن انشاءالله تلاش اونها مورد قبول خداوند و قدردانی ملت خواهد بود انشاءالله و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته